شنبه 15 آبان 1400 در آستانه دومین سال روز آبان 1398 که اعتراضات مردمی منجر به از بین رفتن صدها معترض شد، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی با انتشار بیانیه‌ای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را ام الفساد و مجرم اصلی ویرانی، فقر و فلاکت مردم ایران خواند. همان روز روزنامه کلید طرحی از کیهان لندن منتشر کرد که در آن دست علی خامنه‌ای خط فقر را ترسیم می‌کرد. دو روز بعد از انتشار این طرح، روزنامه بدون برگزاری هیچ دادگاهی لغو امتیاز شد. طبق آخرین گزارش رسمی جمهوری اسلامی، در سال 98 یک سوم مردم ایران زیر خط فقر قرار داشتند. همانطور که در تنها گزارش موجود از میزان فقر پیش از انقلاب آمده است، یک سوم مردم ایران در سال 55، یعنی دو سال پیش از انقلاب 57، زیر خط فقر بودند. علی خامنه ای پیش از آن که رهبر شود، بر منبری ایستاده بود و فریاد می کشید که بیکاری، گرانی و سختی معیشت مال مردمی است که بار گرانی ها را بردوش می کشند و راه پیمایی ها را به وجود می آورند. محاصره اقتصادی ضررش مستقیما متوجه توده مردم است. آخرش هم هیچ کاره مملکت پولشان را بدهند به این مسئولان مسئول بخورند و به ریش انقلاب بخندند. رهبر جمهوری اسلامی آن زمان که هنوز سکان هدایت نظام حاکم بر ایران را در اختیار نگرفته بود، بارها در اهمیت حمایت از مستضعفان سخن راند. او زمستان 59 در همین باره، وقتی محمد علی رجایی 42 نخست وزیر و 2 رئیس جمهور ایران مقابلش بر زمین نشسته بود، گفت سیاست دولت جمهوری اسلامی باید در جهت حمایت از قشر مستضعف باشد. آن کسانی که باز از این انقلاب محافظت خواهند کرد همین قشرهای مستضعف هستند. قشرهای مستضعف و پابرهنه این جامعه هستند که گرانی را تحمل می کنند، کمبود را تحمل می کنند. فروردین 61 علی خامنه ای ریاست جمهوری را بر عهده داشت و یک سال و نیم از جنگ 8 ایران و عراق می گذشت که در مقبره امام 8 برای سال نو سخنرانی کرد. در آن زمان جوانان بسیاری قدم به جبهه های نبرد ایران و عراق گذاشته بودند و از جان گذشته بودند. همزمان مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در زندان تحت آزار و اذیت قرار داشتند. البته هر روز هم بر فقر و گرسنگی مردم افزوده می شد. خامنه ای در سخنان خود با اشاره به فقر و گرسنگی در دوران علی امام اول به عنوان عادلانه ترین حکومت گفت اگر امیرالمومنین 10-20 دیگر حکومت می کرد، شکی نیست که فقر در جامعه ریشه‌کن می شد. اگر جمهوری اسلامی خیلی بلند پرواز کند، می شود دولت شیعه امیرالمومنین. حالا 1-2 که نه 4 از سخنان علی خامنه ای می گذرد و نه تنها فقر ریشه‌کن نشده است، بلکه طبق آخرین آمار رسمی 1/3 جامعه ایران زیر خط فقر رفتند و به نظر کارشناسان اقتصادی این روند همچنان ادامه دارد. مرداد سال جاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اولین بار یک گزارش رسمی از خط فقر در ایران منتشر کرد که طبق آن در سال 1399 خط فقر سرانه هر فرد معادل 1,254,000 تومان بود و نرخ فقر در سال 98 هم حدود 32% نسبت به سال قبل افزایش یافته بود. در این گزارش نرخ فقر در سال 1399 به دلیل در دسترس نبودن داده‌های هزینه و درآمد عنوان نشد، اما در سال 98 از هر 3 یک نفر زیر خط فقر گزارش شده بود. از سوی دیگر طبق گزارش تجارت نیوز در سال 98 از جمعیت 84 میلیونی ایران بیش از 26 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کردند. با توجه به از بین رفتن حدود 1.5 میلیون شغل در بهار 99 که تمام آنها مشاغل غیر رسمی دهک های پایین جامعه بودند، به نظر می رسد با تورم 67% در سال 99 و سال جاری
افراد بیشتری زیر خط فقر در ایران زندگی می کنند. مردم ایران پیشتر هم به آمار 1/3 زیر خط فقر رسیده بودند. علی خامنه ای در فروردین 1397 باز هم به مشهد رفته و در سخنرانی نوروزی خود این بار درصد فقرا را با پیش از انقلاب به استناد آمار بانک جهانی مقایسه کرده بود. سال 1392 پیش از ادعای دروغین خامنه ای درباره کاهش درصد فقر مطلق، رویترز در گزارشی امپراتوری رهبر جمهوری اسلامی را بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده بود. یعنی رقمی حدود 40% بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال 91 و حتی بیشتر از ثروت اندوخته شاه سابق ایران. این گزارش علی خامنه ای را تنها شخصی می داند که کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی را در اختیار دارد. یعنی ستاد اجرایی فرمان امام. اسفند 79 علی خامنه ای در دیدار با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفته بود آزادی که از دست برود فاجعه است. هر نوع استبداد و دیکتاتوری و اینکه یک نفر بخواهد با رأی برخواسته از نفسانیات خودش سرنوشت مردم را به دست بگیرد مردود است و اگر در جایی پیش بیاید فاجعه است. این امپراتوری اما فقر و بیکاری چنان بر گلوی جامعه ایران چنگ انداخت که به خون نشست. در همان آبان 98 که طبق گزارش رسمی جمهوری اسلامی 1/3 مردم ایران زیر خط فقر قرار داشتند، معترضان قدم به خیابان گذاشتند و جان دادند. حالا در دومین سال روز آن کشته ها روزنامه‌ای که دانسته یا ندانسته در بازنشر یک طرح خامنه را در حال ترسیم خط فقر بر دکه های روزنامه فروشی ها نشاند، لغو امتیاز شد و قجانی مثل بسیاری دیگر علی خامنه ای را عامل هم فقر و هم کشتار مردم خواند و تاکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک فقر را بانها تحمیل کرده است. او به خامنه ای هشدار داد که یا دست از این امپراتوری قدرت شیطانی بردارد یا مردم او را از قدرت به زیر خواهند کشید. اینم از سومین پناهنده فدراسیون بدنسازی، ملی پوش پاورلیفتینگ ایران در نروژ متواری شد. یک ورزشکار ملی پوش در نروژ پناهنده شد، خبری که فدراسیون اصرار داشت سانسور شود. اسدالله زاده، ملی پوش پاورلیفتینگ کشورمان که همراه با تیم ملی در رقابت‌های جهانی نروژ به سر می‌برد، از صبح چهارشنبه غیبش زده و هتل تیم را ترک کرده است. بعد از گذشت یک روز، هنوز از امیر اسدالله زاده خبری نیست. این سومین ورزشکاری است که از طرف فدراسیون بدنسازی در یک هفته اخیر در مسابقات برون مرزی از تیم جدا می شود. ورزشکاران یکی یکی در حال پناهندگی هستند و فدراسیون هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردین. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.